اول بهت بگم که بعد هر رابطه جنسی باید یکی دو قاشق عسل بخوری. تنها چیزیه که عسل میتونه جایگزین آب حیات بشه. آب حیات چیه؟ همون آب منی یه مرد. انزلی خیلی علت داره. یکیش بالا بودن میکروب هلیکوباکتر معده است. یکیش داشتن سنگ کلیه است، واریکوسل آقایون، فشار خون بالا و همچنین فشار خون پایین، کم خونی، اینا همشون دلیل زود انزالی هست. برای درمان اولین کاری که باید بکنی اینه که این مواردی که بهت گفتم و یه فکری به حالشون بکنی، کنترلشون کنی. قرصایی مثل ویاگرا، ترامادول، اینا رو اصلا نمیخوری. تمرینی باید بکنی، اسمش هست تمرین ذهنی تحریک و عدم ارضا حین رابطه. میای معاشقه رو طولانی میکنی، اینطوری میتونی در واقع اون انزال تو، کنترلش رو به دستت بگیری. هر روز یکی دو فنجون دم کرده دارچین میخوری. دارچینت باید دارچین سیلان باشه، نه کازیه. دارچین سیلان کدوم هست؟ از اون دارچینه سیگاری که توشون پره، پیچ پیچه. اگه دارچین معمولی بخوری بیفایده است، نتیجه شو نمیبینی. همراه غذات پودر زنجبیل میخوری اندازه نوک قاشق. جوانه گندم از واجباته. هر روز 5 تا 7 قاشق غذاخوری با سالاد به اضافه لیمو ترش، به اضافه روغن زیتون، به اضافه یه قاشق عسل. اصلا با شکم پر، با شکم خالی، موقع گرسنگی رابطه نمیذاری. گفتم بهت مقدمات رابطه رو باید طول بدی. اگه استراب داری، اگه استرس داری، فکرت مشغوله، فعلا رابطه نذار. بذار وقتی موقعی که آروم شدی اون وقت. معجون درجه یک یادت میدم، این فقط یه نمونشه. تو ادامه ویدیو بقیهش مت میگم. پسته میخوای، بادوم میخوای، فندق، کنجد، بادوم هندی، مغز چلغوز، پودر نارگیل، از هر کدوم 100 گرم. یه لیوان جوانه گندم، 50 گرم دارچین، 1 مسقال زعفرون، 2 مسقال زنجبیل، 5 مسقال هل، 50 گرم جنسینگ قرمز، به اضافه 1 کیلو عسل مرغوب، 1 لیوانم شیره انگور یا شیره خرما. همه‌شو با هم دیگه مخلوط می‌کنی، هر روز 2 قاشق غذاخوری می‌خوری، هر 12 ساعت 1 قاشق. بچا فقط یه چیزی، کسایی که فشار خونشون بالاست اصلا نباید از این ترکیب بخورن. یه مطلب خیلی خیلی مهم، زود انزالی علتش از غلبه سردی نیستا، خیلی علتهای دیگه هم داره. این یکیش میتونه ضعف کلی بدن باشه. علتش به خاطر حرارت زیادته، حرارت زیاد بدنته و حرارت ناحیه تناسلی که معمولا میگه مایه منی زرد رنگه و همچنین داغ. اصلا نباید اینجا گرمی بخوری یا کمکت نمی کنن که هیچ، خیلی هم بدتر می کنن اوضاع. باید از خنک کننده ها استفاده کنی، باید از رطوبت بخش استفاده کنی. مثل چی؟ مثل ماش، مثل دوغ، مثل ماس، مثل کدو، مثل غوره، مثل سماق، مثل رب انار. اینا خوراکیاشه، موزیاشه، روغن بنفشه. این سری جوشونده ها مثل گل انار یا مورد، اینا رو قشنگ موقع که جوشوندی آبشون رو روی ناحیه تناسلی زماد میکنی. این نکته طلایی در مورد زود انزالی این که برخلاف نظر عمومی مردم، زود انزالی فقط با گرمیجات حل نمیشه. گفتم بهت فقط یه استثنا داریم این وسط. زود انزالی مرد دلیلش میتونه از گرمی زن باشه، یا اینکه گرمی تو رحم خانم زیاده، یا خودش کل بدنش گرمیش زیاده، یا اینکه گرما تو اندامه پایینی ریخته باعث زود انزالی میشه. کسایی که فکر میکنن یا میبینن که گرم مزاجن، فقط با یه دارو مشکلشون حل میشه، اونم تخم خرفه با شکره. 5 روز، هر روزم 2 بار، هر بارم 2 قاشق مرب بخور. البته تخم شربتی هم خیلی عالیه، خیلی خوبه. سیب زمینی ترشی حتما دیدین دیگه، موقع ترشی درست کردن. کاهو، اینم عالیه. یه سودا داریم به اسم سودای نهفته تو اندام جنسی، باید اینو تخلیه کنی. با چی تخلیه میشه؟ با نوره طبیعی. نوره هم قوای جنسی رو بیشتر میکنه، هم ماهی زاید از بین میبره، هم نمیذاره پروستات بگیری، نمیذاره کیست داشته باشی، نمیذاره بدنت عفونت کنه. کف پا تا گردن رو نورمالی کنین هر روز. از یه پوست اندام جنسیشون حساسه. چاره چیه؟ هفته یه بار، زیاد نه، هفته یه بار روی آلت جنسی حنا بذاری. برای تقویت جنسی خیلی خوراکی هست. چیا؟ بادوم هندی، بادوم کوهی، تخم مرغ محلی سرخ شده و پیاز روغن زیتون، فندق، جوشونه بهمن سرخ و سفید، آب زردک، خلنجان، زبان گنجشک، نمیدونم هویج، تخم پیاز، خرما. بچه یکی از ثوابترین کارها لایک کردنه، فراموش نکنین لایکو. زود انزالی فقط برای مرد مشکل ساز نیست،
همسرت، شریک جنسیت هم بدتر از تو اذیت میشه. چرا؟ چون اگه مرد از لحاظ جنسی ضعیف باشه نتونه همسرش رو به اوج اورگاسم برسونه، شریک جنسیش راضی نباشه، اخلاط جنسی کامل ترشح نمیشه مال خانم و یا ناقص ترشح میشه. ترشح ناقص چیکار میکنه؟ باعث میشه که همه اینا توی مفصلها، توی سینه یا زیر پوست بمونن. موقعی هم که خانم از در واقع علت ضعف جنسی عصبی بشه، ترشح صفرا تو بدن زیاد میشه. صفرا هم زیاد بشه چی میشه؟ کیست رحم، فیبروم یا بزرگ شدن رحم، کیست سینه، تومورای خوشخیم، خدای نکرده تومورای بدخیم، تو پوست یه سری مشکلات اتفاق میفته، لک، جوش، چربی شکم پهلو، مشکلات روحی روانی، اینا همش عوارضشه، حتی روماتیسم. پس خیلی از مشکلات خانوما از ضعف جنسی آقایونه. ببین خیلی ساده است، تو زمستون سرجات نمیخوری، تو تابستون گرمیجات. حتما نخودا بخورین که فوق العاده است. هفته دو سه بار نخودا بخورین. یه گوارش ضعیفه، معده و رودت ضعیفه، نفخ میشی تون تون، از روغن زیتون خام استفاده کن. گردش خون خیلی مهمه، باید بیزهات و آلتتو با روغن گرم مثل زنجبیل، بابونه یا سیودونه ماساژ بدی. کمتر از 20 دقیقه فقط نباشه. بچه حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگولک رو روشن کنین تا یه دسته گل دیگه به جمعمون اضافه بشه.